دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره که به سوالاتون جواب بدم که توی کوشن باکس اینستا ازم پرسیده بودین. سوال اول اینه که برنامه برای دوران بعد از قهرمانی ورزش چیه؟ برای بعد از قهرمانی دوست دارم هر کاری که میکنم کاری باشه که خیلی ازش لذت ببرم، یعنی شغلم جوری باشه که صرفا برای پول در آوردن نباشه. دوست دارم ازش لذتم ببرم و این برام خیلی مهمه، حالا هر چی که باشه. سال بعدی واسه شروع پومسه و کیوروگی چی کار کنم؟ هیچی بلد نیستم، چی لازم دارم؟ بچه فقط برای شروع شما به یه مربی خوب نیاز دارید. اگر مربیتون خوب باشه و دانا باشه شما راهنمایی میکنه و دیگه شما قرار نیستش که نگران باشید که مثلا باید چی کار کنید. میگه که تا حالا شده یه هدف داشته باشی و همش نگرانش باشی که نکنه نشه؟ آره خیلی شده و این خیلی طبیعیه. خب آدم وقتی که یه چیزی رو دنبال میکنه، یه هدفی رو داره دنبال میکنه، همش به این فکر میکنه که خب اگه نشه مثلا چی کار کنم، چی میشه، خیلی بد میشه، ناراحت میشه وقتی فکر میکنه دیگه. منم شده که اینجوری باشه، ولی سعی کردم که فکر نکنم بهش، از فکر کردم به اینکه از فکرهای منفی خودم رو مثلا دور کردم و اینکه یه وقتایی هم سعی کردم که یه پلن بی هم داشته باشم که اگه اون نشدم تاش این کار میکنم. اینجوری هم خودم رو آروم میکنم، هم اگر نشد اونقدری ضربه روحی به این وارد نمیشه. یکی گفته که تو رو خدا اینو جواب بده، بعد از این همه ضربه پا مفصل داغون نمیشه؟ ببینید به نظر من، تجربه من اینه که اگر که ورزشکارا مثلا یه تکواندوکار بیاد ضربه پاشو اشتباه یاد بگیره، یعنی مثلا یه پومسکار پرتاب ضربه پاش اشتباه باشه، اون وقت آسیب میبینه. وقتی که از جای درست پاش پرتاب بشه، تکنیکشو درست یاد بگیره، به نظر من آسیب نمیبینه، مگر اینکه دیگه بدنش ضعیف باشه. و یکی از چیزهایی که میتونید انجام بدید برای این که آسیب نبینید بدنسازی هستش. بدنسازی باید در کنار تکواندو باشه حتما، به خاطر اینکه به خصوص پومسه کارو، حالا من راجع به پومسه صحبت میکنم، پومسه یه رشته‌ایه که ما همش داریم کشش میدیم، انعطافمون خیلی بیش از حد میشه یه سری جاها و نیاز داره که یه بدنسازی در کنارش باشه که از کشیدگی و اینها جلوگیری بکنه. ولی خب خود من به شخصه تا حالا مثلا آسیب خیلی جدی نداشتم، فقط یه دو بار مثلا توی این ده سالی که مثلا عضو تیم ملی بودم فقط دو بار آسیب دیدم. اونم یه بارش دقیقا به خاطر همین بود که من بدنسازی نمیتونستم برم و همه سیرین که آسیب دید که خوب شد. و یه بارش هم که آرنجم گچ گرفتم، اونم خب به خاطر اصلا ژیمناستیک. اولین باری که لیگ پومسه بازی کردی رو برامون بگو. اولین باری که لیگ پومسه بازی کردم، من رده سنی زیر 14 سال بازی میکردم و اون موقع خیلی حرفه‌ای نبودم، اولین بار بود دیگه. ولی خب قشنگ یادمه که فرمایی که ضربه پا داشت امتیاز خیلی خوبی میگرفتم، مثلا تو فرم 4 و 5 یه بار یادمه زدم مثلا میومدم رو سومی، اینطوری بودش. یادم هم نیست در آخر برونز گرفتم یا کلا مدال نگرفتم، این یادم نیستش، ولی یادم که اولین بار توی فرمایی که آره ضربه پاداش خیلی امتیازم خوب میشد. راجب پروسه‌ای که تا تیم ملی باید طی کنیم بگو. اینو بچه من یه ویدئوی جدا براتون میگیرم که مفصل تر راجبش صحبت کنیم. آسیب های رایج توی تکواندو چیه برای راه پیشگیریش؟ همین مثل کشیدگی و مثلا یه سری آزانوشون پاره میشه، اینجور چیزا هستش. ولی خب توی سوال قبلی هم گفتم باید بدنسازی انجام بدید که آسیب نبینید و تکنیکتون باید درست یاد بگیرید. مدالی که هنوز نداریش ولی برای رسیدن بهش تلاش میکنی چیه؟ مدالی نیست که بچه ها نداشته باشم و الان در حال حاضر مدالی نیست که بخوام براش تلاش کنم دیگه. بودن سر کدوم دو سه تاشو دارم و خدا رو شد. از چند سالگی شروع کردی ورزش رو؟ از 10 سالگی شروع کردم تکواندو رو، قبلش هم چند ماه ژیمناستیک کردم.
ولی همیشه میگم کاش یه ذره بیشتر ژیمناستیک کار میکردم، کاش ادامه میدادم ژیمناستیکم در کنارش. اگه باشگاه خارجی پول خوب بده میری؟ آره بستگی داره، نمیدونم، بستگی داره که اون موقع شرایطم چجوری باشه، کجا مثلا به این پیشنهاد داده، همه اینا آدم باید همین رو بسنجه دیگه، راحت نیستش. میگه که تفریح چیه؟ تفریح من آخه تو ایران که ما خیلی مثلا تفریح خاصی نداریم، ولی کلا تفریح من اینه که دوست دارم با کسایی که دوستشون دارم وقت بگذرونم، بریم بیرون یه دوری بزنیم، دور هم بشینیم، همین میشه دیگه تفریحاتم. ولی خب سفر رو خیلی دوست دارم. میگه که تو فوتبال طرفدار چه تیمی هستی خارجی؟ بچه من هیچی از فوتبال نمیدونم، یعنی مثلا از 100% من 10% از فوتبال مثلا اطلاعات دارم اینجوری، یعنی مثلا شنیدم اسمای تیمای خارجی رو ولی اصلا نمیدونم که کدوم مال کجاست، کدوم چیه، مثلا چه بازی کنی برای اون تیم بازی میکنه، اصلا نمیدونم واقعا، هیچی از فوتبال نمیدونم. شما بهم یاد بدین. خلاصه پیشنهادت واسه یه پومسه رو که تازه شروع کرده چیه؟ فکر کنم توی یکی از ویدیوهای قبلی هم اینو گفته بودم که اگر که میخواید پومسه کار کنید حتما به فکر یه کار دیگه هم باشید در کنارش و به عنوان یه عشق میتونید بهش نگاه کنید و انجام بدید، ولی به عنوان یه کار مورد علاقتون، ولی به عنوان درآمد نمیتونید بهش تکیه کنید، اینو یادتون باشه. خلاصه بریم سوال بعدی. اینو که پرسیدم همه رو. قبل از اینکه عضو تیم ملی بشی هر روز تمرین میکردی؟ آره بچه ها، من اصلا اینجوری بودم که خیلی از عروسی ها و جشن ها و مهمونی ها رو نبودم و چون که یا اردو بودم یا مسابقه داشتم، ایدام اصلا ما مسافرت نمیرفتیم، چون ما میرفتیم تمرین میکردیم. همه این کارا رو من کردم که الان اینجا، یعنی واقعا برای هدفت باید از خیلی چیزا بگذری، همینجوری الکی نمیشه. و یه سوال دیگه میگه که چی شد که به پوچی رسیدی و چطوری اومدی بیرون ازش؟ من بار توی استوری نوشته بودم که این اتفاق برام افتاده بود و بچه ها یه زمانی شدش که بگم حدود مثلا یه سال و نیمه پیش، دو سال پیش که ببینید از این که دیگه به تمام هدفم توی ورزش رسیده بودم، دیگه اینجوری بودم که مثلا همه چیز برام بی‌معنی شده. خب بعد مثلا همش اینطوری بودش که انگار یه حسی به من میگفت تو باید بیشتر و بیشتر به دست بیاری تا حالت خوب باشه. بعد مثلا اینطوری بود که هر چی که میومد تو ذهنم میگفتم خب که چی، اینجوری بودش. و حالا به صورت کلی دارم میگم، وگرنه تو اون تایم من خیلی اذیت شدم. آقا مثلا هی به این مسابقه هم رفتم و بعد مدال که میگرفتم اینا مثلا خوشحال بودم، ولی بعدش باز میدیدم که اون خوشحالی واقعی توی به دست آوردن بیشتر و بیشتر نیستش، اون خوشحالی یه جور دیگه است و تو باید احساس خوشحالی تو داشته باشی، نه که وابسته به چیز دیگه ای باشه. حالا درسته که تأثیر داره، بالاخره هم پول مهمه هم موفقیت مهمه و حال آدمو بهتر میکنه، ولی در اصل اون وقت خودتون یاد بگیرید که چجوری خوشحال باشید، چجوری خوشبخت باشید. و من به این نتیجه رسیدم که زندگی همینه و ما به اینجا اومدیم که ازش لذت ببریم و خوبی‌ها رو تجربه کنیم، و اینکه اگر بدی نباشه هم بالاخره اون خوبیه که هیچ معنی نداره، تا آدم سختی نکشه اون لذت رو اصلا برش معنی نداره. این چیزها رو پذیرفتم و اینکه من زندگی رو خیلی راحت میگیرم و با همون چیزی که دارم، همون چیزی که دارم قانع هستم، ولی برای بهتر شدن هم تلاش میکنم. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم، ولی یه ذره سخت بود توضیح دادنش به خاطر اینکه آدم خودش باید ببینه که باید چی کار کنه که خودش رو از اون حال بد بکشه بیرون. منم خیلی تلاش کردم براش، شاید خیلی هم طول کشید و مثلا خیلی کارا کردم ولی باز میدیدم که حالم خوب نیست، ولی از یه جایی به بعد یهو دیدم که مثلا جواب داده و حالم خوب شده و ذوق و شوق برگشته به زندگیم و خدا رو شکر. و همین دیگه، همه سوالا رو پرسیدم
مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم، فعلاً.